خواهشاً DVD و یا کلاس آنلاین نبین اگر این 5 موردی که بهت میگم رو انجام نمیدی. مورد اول، نوت نوشتن هنگام کلاسه. این چه عادتیه که بعضیاتون داریم و خودم، اول از همه خودم رو بگم، سال اول دوم کنکورم، یکی دیگه از اصلی ترین کارهایی که من انجام دادم و تهش به نتیجه نرسید این بود که می نشستم ویدیو رو نگاه میکردم، تهش خیلی هنر کرده باشم یه جزوم جلوم بود، دیگه خیلی هنر کرده باشم جوابای سوالا رو مینوشتم داخلش. بچه ها باید نوت بنویسیم. آیا که بریم نوت چیه؟ چیکار باید بکنم؟ ببین داخل نوتت باید فرمولا باشه، داخل نوتت باید نکات باشه، نه هم هرچی استادت میگه بنویسی، نه منظورم این نیست، نکات مهم داخل نوتت حواست باشه، هایی که استادت میگه مثلا تاکید میکنه حواست باشه این کار رو نکنی ها، حواست باشه اون کار رو نکنی ها. آقا یه دفترچه کوچولو بیار بذار جلو دستت، نوت برداری کن، این یاد بگیر این قضیه رو. قرارم نیست که تو همه مطالب رو بنویسی. آقا حتی اگر 20 دقیقه از حرف استاد نتونستی نوت بنویسی ایرادی نداره، اوکی؟ پس حواست به این قضیه باشه. حتما هیچ کلاس آنلاین و یا دیویدی رو بدون اینکه نوت جلو دستت باشه، یعنی یه کاغذ جلو باشه و یه مداد یا خودکار، شروع نکن به خوندنش به هیچ عنوان. مورد دوم، انجام ندادن یه سری تکالیفه. نمیدونم هدفتون از کلاس شرکت کردن چیه، مگه قرار نیست ازش، یعنی از توش پیشرفت بیاد بیرون؟ اگه قرار پیشرفت بیاد بیرون پس این چرا تکالیف؟ آقای اکبر نمیرسم. خب نمیرسی باید اولویت بندی واسه خودت کنی. اگه نمیرسی باید یه سری کارا رو بذاری تو اولویت، یه سری کارا رو مثلا بذاری تو اولویت پایین‌تر. وقتی نمیرسی چرا 8 تا کلاس ثبت نام کرد؟ آخه چرا مثلا وقتی تو نمیرسی دین و زندگی هم رفتی ثبت نام کرد؟ ببین وقت آقا یک میخوام مدرسه نمیرم، یه ویدیو من درست میکنم با این جور بچه‌ها، خیلی خوب کار دارن که چون مدارسشون الان کرونا است و بعضی مدارس میدونستن غیر حضوری، اومدن همه استادا رو کنکوری برداشتن با یه مجموعه آنلاین. نمیدونم هدفشون چی بوده. بچه‌ها قربونتون برم، خیلی درس ها خودتون میتونین بخونین. چرا فکر میکنین دنیا، من یه شاگرد داشتم اینجوری بود، یعنی داد یه هفته پیش ترکش دادم، یعنی به زور بهش گفتم مثلا دین و زندگی هم شرکت میگه، گفتم حق نداری، قبل از من ثبت نام کرده، گفتم حق نداری ببینی میخونی ازت آزمون میگیرم، خوند آزمون گرفتم اوکی هم بود، بهت گفتم دیدی نیاز نیست اون تایم ویدیو دیدن تو بذار برای درسی که واقعا نیاز داری. پس خواهش میکنم هر کلاسی رو داری شرکت میکنی حتما تکلیفش رو انجام بده، چون انجام ندی عملا شرکت نمیکنی. پس شرکت نکن، خودم خسته نکن، چون میشی دقیقاً افرادی که سیالشگرایی که کلاس ثبت نام میکنن نتیجه نمیگیرن، دقیقاً میشه هم. مورد سوم، آخ یه بیماریه، هر چی بگم کم گفتم، یه بیماری، یه مرضه. طرف جلسه اوله میگه خدای با امید تو، من خوب گوش بدم حرف استاد، یه 45 دقیقه یک ساعت از کلاس میگذره، بعد مثلا فکرش درگیره، یا مثلا گوشی زنگ خورده، یا مثلا صدای زدن رفته، یه 5 دقیقه در دقیقه بعد اومد، نمیفهمه استاد چی میگه. خب پیش خودش میگه آقا من الان جزوه رو خوب بنویسم بعد بشینم بخونمش. اوکی تا اینجا ما قضیه رو اوکی، مشکلی نداره. طرف مقابل میاد چیکار میکنه؟ اون جزوه رو نمیخونه تا هفته بعد کلاس هم میخونه، دیگه هیچی بلد نیست دیگه، زنجیر رو باره. بعد پیش خودش میگه اگر من کلاس جلسه اول نخوندم جلسه دومم چی؟ نمیفهمم. حالا نمیاد یه ذره زور بزنه بگه آقا شاد اصلا بی ربط بود به هم، ربط نداشت، یا قسمت های ترکیبیش استاد میگه یاداوری میکنه، بیام گوش بدم، گوش نمیده و میگه دوباره بیام جزوه میسم بخون. آخ. ببین یه کلاسی که مثلا 6 ماهه باشه، یک ساله باشه، یه کلاسی که یک ساله باشه اینجوری بگم راحت بگم بعد از 3 ماه برو تک تک بچه ها رو ببین، راحت بگم 80% بچه که سر یک کلاسن فقط دارن جزوه مینویسن، همین 80% دارن جزوه می‌نویسن.
به خاطر که چی؟ جا موندن. جا موندن پیش خودشون میگه من بذار جزوه میسم بعدا بخونمش. آره دو دفعه میخونیش، دو دفعه میفهمی چی نوشتی، بعد مثلا دو دفعه وقت میکنی اینا رو بخونی. اوکی، حواست به این قضیه باشه. یه سمه، یه سم. اوکی، یه سمه. مورد چهارم، توی درس های حل کردنی باطل جدود نیست. آخ من این ویدیو رو چقدر دوست دارم، چقدر دوست دارم، چقدر اشتباهاتی که با تمام وجودم میفهممشون. اگه کلاس ریاضی شرکت میکنی، فیزیک شرکت میکنی، اقتصاد انسانی، رشته انسانی، اقتصاد، اگر شیمی مسئله است داری شرکت میکنی، ریاضی، فیزیک، شیمی، اقتصاد، رشته انسانی، اگه داری شرکت میکنی، یه علاوه بر برگ این نوت باطله که دستت نیست، شرکت نکن. شرکت نکن. باید تعامل داشته باشی با استادت. باید. آخ من این ویدیو رو چقدر دوستش دارم. چقدر دوستش دارم. چقدر دوستش دارم. چقدر خوبه. ببین اگر باطله جلو دستت نیست، فاتحه اون کلاسایی که داری شرکت میکنی رو بخون. این حل کردنی ها منظورم. نوت برداری واسه نوشتن فرمول و نکات و حواست باشه و دامای تستی و فلان و اینا که بعد استادت میده. باطلن واسه اینکه تو با استادت همراه بشی، حل کنی. حواست به این قضیه باشه. حواست باشه. مورد پنجم، مورد پنجم. هر کدومش یه درد. بعضی از کلاس ها شب. بعضی از کلاس ها ظهر. آقا یا خانوم موبایل رو میگیره دستش یا لپتاپ رو میگیره دستش، میره سر سفره با غذا خوردن حرف استاد. وای من چی بگم به اینا؟ من چی بگم؟ واقعا چی بگم به اینا؟ با شام خوردن داری درس گوش میدی؟ من فکر به فردا توقع بخواه یک بگم من درس خوندم، یک سال درس خوندم، نمیکشم. خود چه درسی خوندی؟ چه درسی خوندی؟ سر کلاس موندن رفتی داری ناهار میخوری، شام میخوری؟ آیا یک بیر گرسنه بود قبل کلاس یه چیزی بخور، به قول معروف تابندی کن، کلاس تموم شه. ما تو مدارس چرا نمیذاشتن وقتی معلم داره درس میده؟ چرا نمیذاشتن ما سر کلاس چیزی بخوریم؟ چون حواسمون پرت میشه. چی من خاموش کنم پرشون رو بزن. چرا نمیذاشتن؟ مثل اینکه حواسمون پرت میشه. حواست به این داستان باشه، خیلی مهمه. اینم از این پنج مورد رو بهت گفتم، حتما عملیش کن. یه ویدیو بسیار 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 تخصصی شد. مواظبت کنین خودتون. اگه سوالی چیزی هم داشتین کامنت میتونین بپرسین. همین، دونه بدونه کامنتاتون میخونم و جواب میدم.